روشن نیست، یعنی کجا میشه بالغ و کدوم بخش رفتار ما بر واقع بالده. واقعا بعد خیلی بیشتر از این مقدار راجع به حرف بزنیم. من معمولا یه 3 جلسه 3 ساعته و 2 جلسه دوباره 3 ساعته و چند جلسه این رو هم رفته چندین ساعت راجع به اینا صحبت میکنم. بله حتما. که ببینیم اصلا اینا چی هستن. برای بله حتما قصد من امروز اینه که حداقل تعریف ابتدایی رو از این وجوه روانیمون داشته باشیم. منتها قبلش من میخوام اینو بگم که ما چند نفر در درونمون نداریم. من یک نفرم. اون میشه یه بیماری اگر چند نفر بله، در درونمون باشه. بهش میگن جزء عوارض تجزیه شخصیت یا عارضه در واقع چند شخصیتی که قدیما بهش میگفتن. که هر که مثلا چند تا شخصیت داره در درونش و هر کدوم اینا والد بالغ کودک جداگانه‌ای دارن که البته در زیر به هم ارتباطاتی دارن. نه، من یک نفرم. و تمام مسئولیت آنچه هم که هستم با منه و نمیتونم اینطور بگم که کودک من رفت فلان کار رو کرده، انگاری که کودک دختر همسایه رفت و فلان کار رو کرده. نه، منم یک وجه روانی دارم و این وجه در واقع روان من، وضعیت روانی من از جنبه والد بالغ یا کودک میتونه که پاسخ بده. و اما اینکه اینها چی هستن، قبلش بعد اشاره کنم که خب ما گفتیم که مدام رفتار نشون میدیم و فکر داریم و احساس داریم. تفکرات و احساسات ما روی رفتار کلامی و غیر کلامی ما تأثیر میذاره. بنابراین وقتی که میگیم وجوه روانی والد بالغ و کودک، در تموم این ستا هم دوباره فکر داریم، هم در والد فکر داریم، هم رفتار داریم و هم احساس و هم بالغ و هم کودک. بس باز اینجا من میخوام اگر که یک غلط مصطلحی رو ممکنه که باشه در جامعه پاک بکنن که میگن احساسات مال کودک، فکر مال بالغه و باید و نباید ها مال والده. هرگز اینطور نیست. ما در درون والدمون هم احساسات داریم، احساس مراقبت، حمایت. در درون بالغ هم همینجور، مثل ارش میدوس که گفت اوریکا، بهش میگن تجربه، آها، فهمیدن، درکن. و در درون کودک هم و در درون هر ستاش بایدهایی داریم. بالغ بایدی تعیین میکنه، میبایست هاییست و قرارداد هاییست برای موفقیت. کودک هم گاهی اوقات تمامیت خواه میشه و میگه باید فلان چیزو به من بدی و والدم باید داره. بنابراین ما والد و بالغ و کودک رو مجموعی از فکر و رفتار و احساس در نظر میگیریم که از وجوه مختلف مغزی ما حالتهای مختلف روانی ایجاد میکنه و مدام در پاسخ به خودم، آنچه که دارم احساس میکنم از دنیا، خودم و زندگی، دیگران یعنی روابطم و معنی زندگی و دنیا، فعالیت از خودشون نشون میدن. و اما اینکه چه هستن رو دیگه بعد بریم سراغش. بسیار عالی. من فکر میکنم که با توضیحی که شما میدین، ما توی موقعیت‌های مختلف زندگیمون توی یکی از این در واقع با یکی از این ویژگی‌های درونی خودمون رفتار نشون میدیم. و حالا اینکه چگونه این تفکیک صورت میگیره و اینکه من آیا بیشتر زندگیم رو با نقش والدم دارم زندگی میکنم یا با نقش بالغم یا با نقش کودکم، فکر میکنم شخصیت من رو میتونه یه جور شکل بده. درسته؟ بله بله بله. این ممکنه بعضی‌ها مثلا آدم‌های 30 ساله‌ای باشند ولی با کودکشون بیشتر زندگی بکنن، و همون آدم‌های 30 ساله‌ای باشن که با والدشون بیشتر زندگی بکنن و حتی بعضی هم بالغ. و واقعا وابسته به سن نیست و حتی هیچ کدوم از این حالتهای من بر اون یکی ارجحیت نداره. بسته به اینکه ما در چه موقعیتی باشیم. و فرد سالم، فردی که هر سه وجه والد و بالغ و کودکش به جا و به موقع میتونه که فعال باشه. دکتر میتونی یه مثال بزنی از آدمی که، حالا من مثال 30 ساله ها رو زدم برای اینکه بگیم یه فردی که به بلوغ عقلی و جسمی رسیده، یک آدم 30 ساله‌ای که توی یک موقعیت با کودکش برخورد میکنه، حالا همون آدم 30 ساله در صورتی که با بالغش رفتار بکنه یا والدش، یه کمی مشخص بشه و حالا با توضیحات شما هم علمی تر آشنا بشیم. حتما. برای اینکه من لینک بکنم موضوع امروز رو به جلسات پیش، میتونیم همون الگوهای رفتاری رو نگاه کنیم. بل. گفتیم الگوی رفتاری قاطع که در واقع الگویی است از بالغ درون، الگوی رفتاری انفعالی پرخاشگرایانه و انفعالی پرخاشگری. و اون مثال رو شما یادتون میاد که مادری دنبال پسرش رفته بود و پسرش دیر آمده بود. بله، تأخیر کرده و تو ماشین منتظر بود. بله. میتونه از طریق کودکشون مادر پاسخ بده. قهر کنه، حرف نزنه، بغض کنه و فکر کنه که بی‌ارزشه،
حالا که این قدم برای پسرش زحمت کشیده بازم برای اون بی‌ارزشه، اصلا از بچگی کسی بهش توجه نمی‌کرده و با خود قربانیگری اون روزو طی بکنه و کودکی بشه رنجور، ناامید و قهر کرده، حتی زبان بدنش و لحن صداش هم مثل بچه‌ها میشه. وقتی که مثلا پسرش میگه بریم یه ناهاری با هم بخوریم، ممکنه بگه که نمیخوام، گشنم نیست، حالا با من حرف نزن. میتونه که همین مادر از بچه والدش در واقع وارد رابطه با پسرش بشه. تو اون مثال قدیمیمون که یادتونه در ارگوی رفتار پرخاشگرایانه تمام هویت رو ببره زیر سوال و اینکه تو هیچ وقت نفهمیدی چطور باید رفتار کنی، الان هم نمیفهمی، آخرش هم نخواهی فهمید، حیف اون همه زحمتی که من برای تو کشیدم، اینم که نمیتونی سر قرارت درست با من بیای، حالا ببین با بقیه چه میکنی. البته که میدونم با بعضیا چیکار میکنی، این کارا رو با من میکنی، من میدونم با تو چیکار کنم. والدگونه است. یا میتونه همون جنبه بالغ باشه که در واقع یادم با هم صحبت کردیم که میگه من اینجا یک روبی منتظرم و نگران بودم که تو کجایی، به من بگو ببینم چی شده، بشیم بریم و توضیح بده براش و همچنین من مثلا از تو توقع داشتم که به موقع بیاد، واقعا دوست دارم که با هم وقتی قرار داریم به موقع بریم و من زیاد معطل نشم. اینه که موقعیت ها یکسانند، پاسخ های ما میتونن متفاوت باشن، ولی مهم اینه که پاسخ متفاوت من در دیگران واکنش ایجاد میکنه. همینطوره. بنابراین اگر من مدام از طریق والدم یا کودکم یا ایگو استیتی که حالت منی که نامناسبه پاسخ بدم، خب دنیا هم داره به من پاسخ میده و معنی زندگی میتونه برای من متفاوت بشه. یکی میگه چرا همه با من بد اخلاق رفتار میکنن و میخوان منو کنترل کنن و منو اذیت میکنن و نمیبینه که چقدر خودش میتونه در واقع کودکانه رفتار کنه. یکی میگه که از اون ور قضیه چرا همه از من میترسن، چرا من تا حرف میزنم همه جبهه میگیرن، اصلا آدم ها همه تازگی ها جبهه گیر شدن و نمیخوان با آدم حرف بزنه و نمیبینه که چقدر خودش مطلق گراست رو کنترل گره و در واقع میخواد دیگران رو از طریق بچه والدش به سمت هدایت کنه که دلش میخواد. پاسخ میده محیط به ما. آدم ها در عمل و عکس العمل محرک و پاسخ تبادل در ما قرار میگیرن و خب این چیزی میشه که معنی زندگی و ارتباط و همه اینها با توجه به اینکه من از چه حالت منی، یعنی والد و بالغ و کودک، دارم ارتباط برقرار میکنم متفاوت میشه. ولی خب من موافقم با شما که قبلش بعد اینا رو یه خورده دقیق‌تر راجع بهش حرف بزنیم. همزمان با فرمایش شما من دارم به این فکر میکنم که وقتی میگیم والد، اگر یک نفری واقعا والد باشه، یعنی مثلا همون مادری که ما داریم مثال میزنیم و منتظر فرزندشه، خب اساسا والد اون فرزنده. دنبال اینم که این تداخل که ربطی به اون کاراکتر شخصیتی، اون ویژگی شخصیتی اون آدم نداره، این که حالا والد باشه یا فرزند کسی باشه، هیچ ارتباطی با این موضوع که نداره. یا اساسا چون اون والده پس باید با ویژگی والد خودش رفتار بکنه. او مادر فرزندش هست. آها. حتی میتونه یک جایی با هم روابط کودک به کودک داشته باشن، کیف کنن، لذت شوخی بکنن، بخندن، بله، بالغ به بالغ داشته باشن یا والد حمایتگر به کودک. انواع تبادل ها میتونه بینشون باشه، ولی به این معنا نیستش که اگر در جایگاه مادر یا پدر یا برعکس در جایگاه فرزند صرفا باید از وجه روانی ثابتی وارد رابطه بشه، و واقعا در عمل هم اینطور نیست. در واقع یک رابطه سالم یک رابطه ایست رقصان، گویی که در حالتهای مختلف از حالتهای مختلف من ما با هم وارد رابطه میشیم. ولی خب بذاریم ببینیم که اینا چی هست. بله. وقتی که میگیم کودک درون، خب واقعا کجاست؟ یعنی من کجا رو باز کنم یه کودک ببینم؟ واقعا به طور انتزاعی ما داریم کودک درون رو در نظر میگیریم، ولی میشه واقعا براش جایگاه های مغزی در نظر گرفت که حالا اینجا به این زیاد نمیپردازیم. منظور ما تمام تفکرات، رفتارها و احساساتیه که از بد و تولد تا انتهای دوران کودکی ما تجربهش کردیم و اونها رو بازنوازی داریم میکنیم. در واقع اولین حالت منی که با ما به دنیا میاد، فرض کنین یک نوزادی همین از صاحب دنیا آمده، تنها حالتیه که الان داره کودک، والد و بالغ بعدها شکل میگیره. بنابراین حالت منیست بسیار ابتدایی، ریشه‌ای، برای همین بهش میگیم روانی باستانی، روانی قدیمی. با ما به دنیا میاد این حالت من کودک و ویژگی هایی داره.
برای مثال حالا انواع کودک رو بعدا صحبت میکنیم، شور زندگی و سائق های زیستی